با درود فراوان دوستان، همگی دیدیم یا شنیدیم حماسه غیورانه درویشان گنابادی رو در یک شنبه شب که چگونه در کمتر از 4 ساعت بیش از 5000 نفر در اعتراض به بازداشت کردن همکیشانشان در مقابل زندان مرکزی اصفهان حضوری اعتراضی به هم رسوندن و تا آزادی یکی از بزرگان و دیگر همکیشانشان از پای ننشستند، تا سرانجام در ساعت 4:30 صبح پیروز و سربلند با دست پر به خانه‌هاشان بازگشتند. این نمونه بارزی از اتحاد و همدلی ایرانیان آزاده است. همچنین شاهد اوجگیری موج تهدیدات علیه سران جنبش مردمی ایران توسط حاکمیت خودکامه و نگاشتن نامه‌ای توسط شیخ اصلاحات به مردم شریف ایران در این ارتباط هستیم. در ارتباط با همین رویدادها، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران نامه‌ای رو خطاب به حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی نگاشته که اون رو خدمتتون ارائه میکنم. جناب آقای حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی، حضرت عالی در نامه‌ای خطاب به ملت ایران گفته ای کاملا از دادگاهی که شما را محاکمه خواهد کرد استقبال میکنید. باید توجه داشت کسانی که سخن از محاکمه شما و جناب آقای میر حسین موسوی و سرکار خانم دکتر رهنورد می کنند، تصورشان بر آن است که حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی و مهندس میر حسین موسوی و دکتر رهنورد از اذهان ایرانیان خارج شدند و مردم علاقهشان را به حمایت و هواداری از شما از دست دادن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. مردم بیش از پیش هوادار و حامی شما هستند و هر لحظه و هر زمان که باشد در صورت کوچکترین بی احترامی و تعرض به شما عزیزان آمادگی دارند تا در حمایت و هواداری از شما به خیابانها بیایند. به عنوان مثال نمونه ای از انسجام و هماهنگی را در حرکت اخیر درویشان گنابادی برای آزادی همکیشانشان ملاحظه کنید که چگونه در کمتر از 4 ساعت بیش از 5000 نفر در برابر زندان مرکزی اصفهان حضوری اعتراضی به هم رساندند و خواهان زندانی شدن خود یا آزادی یکی از بزرگانشان و دیگر دراویش بازداشتی که توسط مأموران وزارت اطلاعات امنیت بازداشت شدند بودند. مردم ایران دفاع شجاعانه شما از حقوق درویشان در اثنای حملات سازمان یافته نیروهای تحت امر حاکمیت که به تخریب حسینیه‌ها و اماکن عبادیشان منجر شد را فراموش نخواهند کرد و بر اساس آیه شریفه هل جزء الاحسان الا الاحسان در حمایت از شما و سرکار خانم دکتر رهنورد و مهندس میر حسین موسوی ثابت قدم و استوارند. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران 13 دی ماه 1389 به امید آزادی این خاک پاک از چنگال اهریمن و پیروزی و سربلندی مردمان پاک سرشتش.